صالحی، مرتضی عزیز محمد و ایمان حیدری برای پیکان قزوین امروز بازی میکنن. سرمربی این تیم هم که آقای علی اصغر مدیر روستاست. حمید هدایتی با شما وقتی پیروزی برمیگردونند، این کارو سپر حیدری انجام داد. واحدی نیکبخت ابراهیم توره رو ثابت توب میکنه، توره یه ضربه توب میره که در دروازه جا بگیره و توی دروازه. گل اول رو پیروزی تهران به ثمر میرسونه. دقیقه سوم بازی ابراهیم توره گل میزنه. ابراهیم توره ای که بازیکن فصل گذشته پیکان بوده و خوشحالیش رو هم ببینید، حق داره که اینقدر خوشحال باشه. به تیم فصل گذشته خودش گل میزنه، اون هم یک گل زود هنگام. از گل‌های زود هنگام دیدارهای پیکان و پیروزی میتونیم به گل آقای مدیر روستا هم اشاره بکنیم. آقای مدیر روستا خودش به پیروزی یک گل زود هنگام دقیقه چهارم زده، سال 80-81 که اون بازی 1-1 به پایان رسیده. پیکان اصلا تصور نمی کرد به این زودی به این شکل دروازش باز بشه توسط ابراهیم. باز هم چند قدمی پشمان نوری این بار در آفساید بود. ضربه سر اول نبی‌الله باقری ها، یه موقعیت سه صالحی، ایمان حیدری ضربه رو میزنه و توی دروازه. گل برای پیکان قزوین دقیقه 33 دیدار. ایمان حیدری گل دقیقه سوم رو پاسخ میده. سر از پا نمیشناسن هوادارای تیم پیکان در ورزشگاه شهید رجایی و هوادار بسیاری که از گیرنده های تلویزیونی دارن این بازی رو میبینن، مطمئنن اونها هم بسیار خوشحال هستن. ایمان حیدری به این شکل با همکاری که با سید صالحی داشت تونست دروازه پیروزی تهران رو باز بکنه. از آخرین گلی که زده چند هفته میگذره. ایمان حیدری آخرین گلش رو به استقلال زد در ورزشگاه آزادی که اون دیدار با نتیجه 3-2 به پایان رسید. یک بار دیگه حرکت استر رو دارید میبینید. محمدرضا طهماسبی پشت توپ قرار گرفته، تقاضا میکنه که فاصله مجاز رعایت بشه. داور هم معتقده که فاصله رعایت نشه، تذکر رو میده. ارسال طهماسبی مستقیم و توی دروازه. محمدرضا طهماسبی ببین چه گلی میزنه برای پیکان قزوین. مدت ها گل نزد تا اینکه تو این بازی حساس گل دوم و پیروزی بخش تیم پیکان رو به پیروزی تهران زد. محمدرضا طهماسبی نزدیک 4-5 هفته است که نتونسته بود گل زنی کنه و اصلا پنالتی هایی رو هم از دست داده بود برای پیکان. با این گلی که امروز زد به اوج بازی خودش شاید بتونه برگرده. کاپیتانی که سالهاست برای پیکان داره بازی میکنه، ببینید این ضربه رو چطور زد. به سر مصطفی شیری هم برخورد کرد و به این شکل از بالای دستان علیرضا حقیقی در دروازه جای گرفت. یک بار دیگه حرکت هست گل رو با هم دیگه مرور کنیم. کریم اختر، اما زمین شهید رجایی باید بگم یکی از بهترین زمین های کشور هست. ببینیم اینجا چه اتفاقی افتاد. پاس رو به عقبی که به محمدی دادن، بله ضربه خطا به سود پیروزی تهران هست از داخل محوطه جریمه پیکان قزوین. به صورت غیر مستقیم باید این ضربه رو بزنن. این پاسی که به محمدی داد نباید محمدی با دست میگرفت. قانونی که از سال 1998 در سراسر دنیا حاکم شد و در دروازه‌بان‌ها پاس رو به عقب رو نباید با دست بگیرن. حالا بین این که این حرکت پاس محسوب بشه یا این که حالت درگیری و اضطرار باشه و این تو به دروازه‌بان رسیده باشه به تشخیص داور هست که در اینجا
آقای مومبینی تشخیص رو پاس دادن که به نظر همینطور هم میرسید. و ببینیم از این موقعیت چه استفاده ای خواهند کرد. حدود شاید 12-13 متر فاصله داره با خط دروازه پیکان قزوین. تأکید بسیار زیادی میکنه آقای مومبینی که فقط بعد از سوت ایشون ضربه زده بشه و فاصله مجاز رو هم رعایت بکنن. این سمت افشین پیروانی یکی از بازیکن‌های پیروزی که علیرضا محمد هست رو فرا میخونه، بهش نکته تذکر میده، اون بر میگرده تا دستور آقای پیروانی رو منتقل بکنه. ببینیم میتونن بازی رو به تساوی بکشونن بازیکن‌های پیروزی یا نه. موقعیت بسیار مناسبی است. علی کریمی، باقری، محمد هم میره و اون پیغام آقای پیروانی رو به گوش کاپیتان تیم پیروزی میرسونه. مازیار زارع هم هست. ببینیم بالاخره چه کسی این ضربه رو خواهد زد و به چه شکلی به سمت دروازه پیکان ضربه زده خواهد شد. سوت داور کریمی، باقری، ضربه دیگه وارد دفاعی برخورد کرد توی دروازه. گل برای پیروزی تهران. باز هم ابراهیم توره گل میزنه. باز هم توره به تیم سابق خودش پیکان قزوین گل میزنه. دقیقه سوم از نیمه اول گل زد. اینجا هم دقیقه هشتم نیمه دوم دومین گلش رو به ثمر میرسونه تا این دو گل رو هم در تابلوی افتخارات خودش نصب کنه. بازی